امروز برادران عزیز، خواهران عزیز، دنیای اسلام احتیاج دارد به یک صدایی. هر صدای تفرقه افکن و تفرقه انگیزی قطعا مبغوض شارع مقدس، از هر طرف به هر شکل و هر جور تفرقه ممنوع. چرا؟ چون دشمن متمرکز شده از روی دنیای اسلام. شما ببینید در دنیای اسلام چه خبره. از اون طرف فشارهایی که بر کشور یمن وارد میشه، که ملت مظلوم چند سال است که الان به طور دائم مورد تهاجمن. خب البته شجاعن، قوین، مقاومت میکنن، اما سختی میکشن. از اون طرف مسئله فلسطین به این سیاست شیطانی و خبیثی که آمریکا در مورد فلسطین در نظر گرفته است، اسمش هم گذاشته است معامله قرن. البته بدانن که این معامله قرنی که اونها فکر کردن هرگز به توفیق الهی تحقق نخواهد یافت. به کوری چشم دولت مردان آمریکا که دارن خودشون رو میکشن برای اینکه در قضیه فلسطین یک کاری انجام بدن، قضیه فلسطین از یادان نخواهد رفت و شهر مقدس بیت المقدس پایتخت فلسطین باقی خواهد موند و قبله اول مسلمان ها برای مسلمان ها باقی خواهد موند. این خواب آشفته‌ای که اینا دیدن که خیال میکنن بیت المقدس رو بگیرن، میگن هم روی شهر، هم زیر شهر، هم اعماق شهر، همه جا شرقش، غربش، همش باید دست یهود باشه. غلطه، بی خودی میکنن. این اتفاق نخواهد افتاد و مسلماً ملت فلسطین در مقابل این میزد و ملت‌های مسلمان همه پشت سر ملت فلسطین خواهند ایستاد، نمیگذارن این اتفاق بیفته به توفیق الهی.